این قسمت دستگیری آیت الله طالقانی، طیب حاج رضایی، آزادی آیت الله خمینی. این یکی دو سه روز نوبت عمر گذشت. هر بار خودم رو در آینه میبینم، خطی از گذر زمان روی صورتم نقش انداخته. به قول خیام، این قافله عمر عجب می‌گذرد. این ایام وطنم آبستن تحولات غریبیه. انگار در فاصله چشم به هم زدنی همه چی عوض میشه. مردم هنوز عزادار روز 15 خرداد هستند. شاه با تمام قدرتش ملت رو سرکوب میکنه، اما با این حال باز هم هستند کسانی که از پا ننشینند. مردم به شاه اعتماد ندارن، به وعده هاش، به حرفاش. واقعی 15 خرداد همه چیزو تموم کرد. از روزی که به رسم اعتراض به فرمان آیت الله خمینی عید اون سال رو عزای عمومی اعلام کردند و اون فاجعه در مدرسه فیضیه به بار اومد، همه چیز تغییر کرد. خبر دستگیری آیت الله خمینی به جرم افشاگری خیلی زود در سراسر کشور فراگیر شد و اعتراض یک ملت را در قبال دستگاه سلطنت برمغان آورد. مردم در اعتراض به دستگیری مرجع دینیشون به خیابونها ریختند و محصول این اعتراض کشتار وحشیانه مردم توسط مزدوران سلطنت بود. جایی از بزرگی شنیدم خونی که به ناحق ریخته بشه پایمال نمیشه. هرگز پایمال نمیشه. قطعاً پایمال نمیشه. تا چه پیش آید این پس؟ محمود وزیری، منیریه. اومدم با یه دامن خبر خوش. طالقانی رو دستگیرش کردیم. چطوری؟ به جاش اعلامیه چاپ کردیم. هر چی خواستیم از قول اون گفتیم. یه اعلامیه با خط و ادبیات مخصوص خودش. طاقت نیاورد. برای تکذیبش خودشو نشون داد. لواسانات بود. الان کجاست؟ تحویل بازجوی ماست. یه نفس راحت نوشه جان کن تیمسار نصری. یه ویسکی بهم بده کاری. یا الله ما آمدیم. جناب حجت الاسلام سید محمود علایی طالقانی، فرزند سید ابوالحسن. شما در شب 5 تیر ماه سال 1342 در لواسان در منزل آقای معزی دستگیر شدید. موارد رو تایید میکنید؟ حاج آقا، آیا موارد رو تایید میکنید؟ آقا جان، بر اساس شرع، بر اساس قانون جرم باید اثبات بشه، وگرنه انکار برای من کفایت میکنه. این دستگاه پرونده ساز شما هم هیچ بیانیه و گواهی ندارد که بنده این اعلامیه ها را تهیه و چاپ کردم مگر با دستیسه های سفیهانه. 4 ماه در زندان بودم. همه تحقیقات در مورد اون پیشنهاد 6 ماده‌ای شاه بود.
اما همین که آزاد شدم که وقتم صرف زندگی و خانواده و امور مسجد و روزه بشه، افراد سرشناس نهضت رو گرفتند و ناگهان پرونده من به طریق غیر مشروع و غیر قانونی و با دست غیب آبستن شد و ورم کرد. هر چه که خواستند از هر کجا جمع کردند گذاشتند توی این پرونده تا مولود غیر شرعی و غیر قانونی اون بشه همین ادعا و همین محکمه. یا للعجب، گزارش مأمورای معلوم الحال برای دستگاه حجت و برهانه، اما گفته ها و صراحت های یک مجتهدی که هزاران نفر از مردم از طبقات مختلف بهش اعتقاد دارن و پشت سرش نماز میخونن حجت نیست. یا للعجب، اینجا مملکت اسلام و تشیعه. 15 نفر از سردسته های مخالفین که در این هفته در آشوب های ضد دولتی در شهرهای مختلف دست داشتند، به زودی تسلیم محاکم قضایی خواهند شد. البته محاکم قضایی ممکنه معنی اعدام رو داشته باشه. باید اینم بهتون توضیح بدم که چند تن از رؤسای آشوبگران موفق به فرار شدن، اما ما تونستیم بعضی از سرانشون رو دستگیر کنیم. باید به شما بگم متاسفانه تمام کسانی که بساط 15 خرداد رو به راه انداختن، خیلی هاشون میگفتن ما چی کار کنیم؟ به ما 25 ریال پول دادن، گفتن تو کوچه ها بدو اینو، بگین فلانی زنده بود. ما حالا میدونیم این وجوه از کجا رسیده و به شما ملت به زودی جزئیات گفته میشه. باید بگم کسانی که بساط 15 خرداد رو به راه انداختن، از نظر من ارتجاعیون سیاه هستن و برای اقدامات وحشیانشون تو این را به سزای اعمالشون میرسن. اظهارات اعلیحضرت در خصوص این که به مردم 25 ریال پول دادن که بریزن تو خیابونا تو همدان و مصاحبه هاشون انعکاس بدی پیدا کرده. مردم به طعنه به هم دیگه میگن ببین مردم ایران و تظاهر کنندگان چقدر گرسنن که واسه 25 ریال میرن جلوی گلوله و جونشون رو از دست میدن. قبلا اینو شنیده بودم، به شرف عرض رسوندم. فرمودن همین حالا اعلام کنیم به مطبوعات و تلویزیون که این بخش از فرمایشات ایشون دیگه تکرار نشه. قربان، تبریک عرض میکنم این پیروزی بزرگ رو. شما مانع بسیار بزرگی رو از سر راه برداشتید. خمینی همه ما رو نابود میکرد. شما همیشه از من حمایت میکردین. این پیروزی متعلق به همه شماست. به افتخار شاهنشاه. قربان، بنده هم این فتح بزرگ رو تبریک عرض میکنم. امید دارم با همت اعلیحضرت این قائله کاملا سرکوب بشه. شاهنشاه، باید ریشه رو کند. اگه نمیشه خمینی رو اعدام کرد، فدای سرتون، ولی به حامیانش نباید رحم کرد. مثلا طیب یا حاج اسماعیل رضایی همیشه موی دماغ میشن. بله قربان، ماجرای حمله به کارخونه پپسیکولای بنده خاطرتون هست؟ همین دو نفر با بسیج کردن اراذل و اوباش امان ما رو بریده بودن. میشناسمشون، دستور دادم هر دوشون رو دستگیر کنن. دستگیری موقت بعدش آزادیه و دوباره بله، آش همون آش و کاسه همون کاسه. باشه فقط یه دفعه بهش خواهیم بگی. باشه اعلیحضرت، شعبون جعفری برای دستبوسی خدمت رسیده. این بنده خدا تو این روزهای سخت خیلی به شما خدمت کرد. فقط 5 دقیقه اطاعت. اعلیحضرت اجازه بدید قدوم مبارک. بلنشو
ببینم شعبون خان، مشکلی نداری؟ به لطف شما اعلی حضرت نه. مشکل من یعنی مزاحم من طیب بود که خدمتتون عرض میکنم که تیمسار نصیری لطف کردن دستگیرش میکردن. البته مزاحم ما نبود، مزاحم حکومت بود. کسی که مزاحم حکومت باشه مزاحم ماست. اصلا هوای این شعبون خانه ما رو داشته باش، هر کاری که داره براش انجام بده. خب اطاعت خور. اجازه بدی دستتون رو ببوسم. آقا تو رو خدا مواظب باشی طیب از زندون آزاد نشه ها. آزاد بشه دست و بال ما بسته میشه. خیالت راحت باشه، طیبی آزاد نمیشه، یا اگه آزاد بشه بررست. او طیبی که من میشناسم بعید بدونم کسی بررش کنه. بفرمایید 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 بفرم. حرف بزن مرد، حرف بزن و خودتو خلاص کن. من چیزی ندارم بگم، اشتباه گرفتین. کاریم به این حرفو ندارم، هنوزم نمیدونم جرمم چیه. من بهت میگم، بی‌نظمی در جامعه، ایجاد بلوا و آشوب علیه کیان سلطنت. به خدا من دخالتی تو این مسائل ندارم. من به موقعش خیلی کارا کردم. یادتون رفته کودتای 28 مرداد و من همون آدمم تیب. کودتا نه، کودتا نه، کودتا نه. قیام ملی 28 مرداد. راستش تعجب ما هم از همینه. به کسی که در قیام ملی 28 مرداد اون همه خدمات از خودش ارائه کرده، چرا الان باید علیه کیان سلطنت آشوب و بلوا بپا کنه؟ من آشوبگر نیستم. بگو پول گرفتی و خلاص. من روزی 500 تومن اجاره از مردم میگیرم. درآمدم خیلی خوبه شکر خدا. احتیاج به این پولا ندارم. حرف بزن پدر. کاری بکن بگه از خمینی پول گرفته بابت کارایی که کرده. اطاعت خانم. بگو که از خمینی پول گرفتی، بگو که ازش پول گرفتی، بگو بگو پول گرفتی، بگو از خمینی پول گرفتی. اگر راست بگی دستم رو واکن تا حالیت کنم. همه تون بیشرفی بیا برو. نمیشه قربان، کلی میدونه، خودش زده به ندونستن. باید بگه کی تحریکش کرده. من پس نمیده قربان. یه بار دیگه فقط بگو از خمینی پول گرفتی، تنها راه نجاتت همینه. فقط بگو از خمینی پول گرفتی، همین. من اصلا چه ربطی به اون آقا دارم؟ نشد آقا، نشد. حرف بزن پدر سوخته. حرف بزن. گزارش رسیده توی هیئت تو
سخنرانی علی حکیان سلطنت شده. بگو ببینم همکارات کیا بودن؟ من اسم همشون رو دادم. اون اسمی که دادی همون کسایی بودن که همراه خود دستگیر شدن. این که گفتن نداره. همش همین بود. اشتباه گرفتین. من با روحانیت کاری ندارم. دروغ نگو طیب. دروغ نگو. عکس خمینی توی علم هیئت تو چه کار میکرد؟ هیئت من خیلی بزرگه. تو 3000 نفر عزاداری میکنن. من همیشه تای دسته سینه زنی هستم. شاید اون جلو کاری کرده باشن. من خبر ندارم. حرف بزن. من پس نمیده قربان. خیلی زرنگه. جواب این سربالاش ملاقی کردیم قربان. میگه فدایی اعلی حضرت. مردی که ایپ دست بوده اینچه خان فکر کرده با دستی کورا طرفه. هممونو بازی داده مردی که. هممون. یه جوری وانمود میکنه که انگار اصلا خمینی رو نمیشناسه. اما جوابای قانع کننده ای میده قربان. غلط کرده مردی که. به حرفش میارم. از دست من نمیتونه قصر در بره. بگو ترتمیزش کنن، یه لباس جدیدم تنش کنن، باش کار دارم. یه ملاقاتی داره. اون به حرفش میاره. از حاج اسماعیل رضایی چه خبر؟ الان میرم سر وقتش قربان. که بگم از حاج آقا روح الله پول گرفت. چرا خرابی خانده داشت؟ میگن اگه بگی آزادت میکنیم، وگرنه میکشیمت. ولی خدا شاهده که میخوان به زور از من اقرار دروغ بگیرن. یه خواهشی دارم ازت برادر. شما جونم رو به خاطر ایب خواهد. به آقا بگو سفارش منو سر پول استراحت میکنه. رو چشم تایه با رو چشم. علما و روحانیون بسیار نگران وضعیت آیت الله خمینی هستن. میخوان که از حال ایشون با خبر بشن و یا اگه بتونن با ایشون ملاقاتی داشته باشن. شما مطمئن باشین ما خمینی رو نمی‌کشیم تا ازش امامزاده درست بشه. ما فقط اون از چشم مردم دور نگه می‌داریم. همین. می‌خوام با پاک روان صحبت کنم. اطاعت قربان. باید بهتون بگم که دستور آزادی شما صادر شد. البته تا اطلاع ثانوی حق خروج از ایران رو ندارید. سخنرانی شما در روز عاشورا بسیار شاهنشاه رو ناراحت و عصبانی کرد. مطمئناً اگر شرایط و وضعیت کشور اجازه میداد توصیه من به حضرت عالی اینه که شرایط کشور رو درک کنید. سخنرانی شما و حملات تند شما علیه حکومت برای شاهنشاه قابل تحمل نیست. سخنان شما التهاب زیادی در جامعه ایجاد کرد. ولی هرچه بود جنبه نصیحت داشت.
این نصیحت برای شاه مملکت اسلامی لازم بود. شما هم ایشان را نصیحت بکنید، انشاءالله مؤثر واقع بشود. باید به عرض برسونم که سیاست یعنی کلک، حق بازی، دروغ، تزویر و خلاصه این که یعنی پدر سوختگی. این کارا مربوط به ماست و مرجع روحانیت نباید خودشونو آلوده این امور بکنن، نباید در سیاست دخالت بکنن. البته این سیاستی که شما معین میکنی از اول هم ما در آن دخالتی نداشتیم. آقای مولوی. بله قربان. مقدمات آزادی ایشون و آقای قمی رو فراهم کنی که همین امروز باید از اینجا برن. امروز جمعه است قربان، پس مقامات بادکان کسی حضور نداره. جسارتا این کارو به فردا موکول کنید. فرمانی که آقا امروز از اینجا آزاد بشن. امر شماست تیمسر. مولوی خیلی تحت فشاریم. علما، مردم، همه پشت این آقا. قربان، مدام پیگیری باز ایشون هستن. آسیم سرمون کردن. شانشان به این نتیجه رسیدن که یه جوری این موضوع رو حل و فصل کنیم. چون احتمال میره که تبعات سنگینی در پی داشته باشه. آقا قربان، چند بار خود شما با ایشون صحبت کردی؟ این آقا دستبردار نیست. از مبازش کوتاه نمیاد که نمیاد. هرچی گشتیم سندی پیدا کنیم، وصله‌ای بچسبونیم، نشد. شده؟ آقا رو آزاد کردن، بردن منطقه داوودیه. میگن مردم هجوم آوردن برای دیدنشون. یه کاش منم اونجا بودم. اگه میخوای برو. نمیشه دیگه، من دیر فهمیدم، خیلی حیف شد. آقا خبردار شدی؟ بابا چه محشری شده بود این داوودیه؟ شده بود؟ بله، تازه خبرگونه خبر نداشتن ایشون آزاد شده، این همه جمعیت اومده بود. من اعتقاد دارم که ایشون ساکت نمیشنه، دوباره یه اتفاقی میفته. ببین کی دارم میگم. مطهری قرار آزاد بشه، خمینی هم آزاد شد. اصلا هم براش مهم نیست چی سر تو بیاد. شما چقدر احمقین که خودتون رو معطلمون کردین. ما سرباز آقاییم، اگه ایشون آزاد شدن دلیل بر این نیست که از سربازش غافل بشه. ذات حسینی اینو میگه، ذات آقام ذات حسینیه. شب عاشورایی نیست، خط عاشوراییه. حتی اگر اعدامت هم بکنن برات مهم نیست؟ روزی که اومدم اینجا به خودم گفتم طیب دیگه بر نمیگردی، غیر جونمو زدم. من عمرمو کردم. شاید خدا از بار گناهام کم کنه. حتی اگه 100 تا جون دیگه داشته باشم باز برای پسر حسین میدم.
کمیته ملاقاتی داری؟ طیب خان، امر فرمودید برم خدمت اولاد پیغمبر که رفتم. بماند به چه مکافاتی؟ آخه امر شما بود، واسه می‌رفتم. پیغامتون رو گفتم. سکوت کرده بود، حال غریبی بود. گفتن خدا شما رو نجات بده، نیازی به وساطت ما نیست، با قلبی مطمئن جلو برید. ایشالا ما هم سعی میکنیم شما رو نکشن. مادر شما 100,000 تومان پول به عنوان رشوه داده تا اعدام نشی. معلوم میشه آشوبگری تو خانوادت قبول داشتن که میخواستن با رشوه سر تایشو هم بیارن. همچین چیزی امکان نداره. شما مادر بیچاره منو تحت فشار گذاشتی. اون سرهنگانه بیشرف بی همه چیز بهش گفته بود اگه 100,000 تومان بدی میتونه حکم اعدام ما رو باطل کنه. اونم از سر ناچاری رفته و پول جور کرده. از خدا بترسین. تو پروندت اومده که جاسوس مصری که به تازگی دستگیر شده اعتراف کرده با یک چمدون پر از پول وارد کشور شده تا اونو به مخالفان حکومت از جمله طیب و حاج اسماعیل رضایی بده تا اونام به آقای خمینی بدن. در این مورد چه توضیحی داری؟ این مطلبی که تو پرونده اومده دروغه. هیچ دلیل و برهانی هم واسه ارتباط من با اون شخصی که شما میگید وجود نداره. اصلا نمیدونم کی هست. بشین. قربان. بفرمایید. طیب، تو بر اساس نتایج تحقیقات متهم به خیانت و ایجاد ناامنی در جامعه شدی. چرا اعتراف نمی کنی به خاطر آشوب 15 خرداد از آقای خمینی پول گرفتی و یا کسانی که باعث تحریک شدن و نام نمی بری؟ لفظ خیانت به من نمی چسبه. من تو زندگیم خلاف زیاد کردم، ولی حاضر نیستم به خاطر چند روز بیشتر زنده موندن دامن مرجع تقلیدی رو لکه‌دار کنم. من به اولاد پیغمبر خیانت نمی کنم. حضرت، طیب حاج رضایی و حاج اسماعیل رضایی دادگاه رو تحت شعای خودشون قرار دادن. اکثریت هم موافق عفو اونا هستن. عفو یعنی گنده شدن دوباره طیب و دارو دستش. عفو یعنی دوباره شورش به پا کردن. اعلیحضرت، جسارتاً دستور اعدام صادر بفرمایید. علل خصوص این حاج اسماعیل رضایی که از طیب 100 پله بدتره. رئیس دادگاه رو بگیریم صحبت کنم. آقایان متهمین قیام کنن. رأی علی بفرمایید. از دربار تماس میگیرم. دادگاه در خصوص پرونده جاریه بر اساس اقداماتی که در جهت ایجاد ناامنی و برهمزنی آرامش مردم و قیام علیه مصالح مملکتی و ملی. قربان، از دربار پشت خط هستم. بله بفرمایید. اعلی حضرت با شما صحبت می‌فرمایند. بله اعلی حضرت. احکامی که برای طیب و حاج اسماعیل رضایی صادر کردین چیه؟ طیب رو به دلیل تعطیلی میدان بار به 2 سال و حاج اسماعیل رو به 3 سال محکوم کردیم. اگه اینجوری بشه
جواب این خونها رو کی میخواد بده؟ بله. اتفاقات 15 خرداد باید به حساب کی گذاشته بشه؟ بله. شما همون حکم اعدام رو صادر کنید. اطاعت الحضرت. آقایون متهمین قیام کنند. رأی دادگاه نظامی. دادگاه در خصوص پرونده جاریه بر اساس اقداماتی که در جهت ایجاد ناامنی و برهمزنی آرامش مردم و اقدام علیه مصالح مملکتی و ملی صورت گرفته برگزار گردید. مجموع اعمال متهمین با توجه به ماده 2 قانون تشکیل سازمان امنیت کشور و قوانین دادرسی ارتش در صلاحیت دادرسی ارتش قرار گرفت و رأی دادگاه به قرار زیر صادر شد. متهم ردیف اول طیب حاج رضایی فرزند حسین علی و متهم ردیف دوم حاج اسماعیل رضایی فرزند لطف الله، شما به جرم فعالیت محرمانه و خیانتکارانه به منظور برهم زدن نظم و امنیت عمومی در روز 15 خرداد به استناد قسمت اول ماده 70 قانون مجازات عمومی به اعدام محکوم می شوید. این حکم در سحرگاه 11 آبان سال 1342 اجرا می شود. اگر تقاضایی دارید بفرمایید. در غیر این صورت احکامو امضا کنید. اشکری پاکم کن خاکم. شما رو میدونم واسه چی میخوان اعدام کنم، اما دلیل اعدام من جریان 15 خرداد نیست. برمیگرده به فتوای مراجع واسه تحریم پپسیکولا. صاحب کارخونش ثابت پاساله، حبیب ثابت پاسال. یادتون شب شب نیمه شعبان جمع شده بودیم جلوی کارخونه پپسیکولا و جشن گرفته بودیم؟ حبیب ثابت پاسال، یادم اون شبی که جشن بود. طیب حاج رضایی بیا بیرون.